خب سلام علیکم، به نام خدایی که قضا آفرید. بذار اینو بردارم. سلام علیکم. امیدوارم که شبهای خوبی رو با همدیگه در کنار هم و با یه عالم خاطره سپری بکنیم. فعلا ما باید بریم خرید بکنیم برای اینکه قراره شام درست کنیم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام، حال شما؟ خوبین؟ خوبن شما؟ زنده باشید. من نرسیده دوباره باید ماسکو بزنیم بابا، کرونا شوخی نداره. اینجا هم به حال یه عده‌ای حضور داره. خب بریم خرید و شروع کنیم. اونجا نوشابه شیشه‌ای نیست. شیشه‌ای میخوام. نوشابه شیشه‌ای کجاست؟ آها اینجاست. یاس. دست درد نکنه، دوتا زردم بده. دست گل درد نکنه. خب این نوشابه برای مهمونای عزیزمون، برای اینکه یادم نره من از شما کمک بگیرم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. عرض بشود که دوغ میخوام، چهار تا دوغ کوچیک. دوغ کوچیک بدم. بله بله، دست درد نکنه. بعد سبزی گفت نداره. حد بزنید که چه جور گروهی باشیم ما؟ واقعا حدستون چیه؟ حالا من میپرسم انگار جوابم میتونید بدید شما در این لحظه. ولی خب هر حدسی میزنید بالاخره باهاش مواجه میشیم بعدن و شما خواهید دید که چقدر حدستون درست بوده یا چقدر دور حد زدید. عرض کنم خدمتت که دستمال سفره نشی؟ تموم شده متاسفانه. خب پس دیگه بقیه چیزها رو باید بریم جای دیگه بگیریم. همینا کافی. نفرمایید. همین کافی. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. تازه اول خرید باید بریم کارت بکشیم. دیدی؟ خیلی ممنون. متشکرم. روزیتون فراوان، روز بخیر. خیلی خوش اومدید. خب اینم از این. بریم که وایسا آقا کجا بریم؟ کجا دارم میرم من؟ گوشت نگرفتم. گوشت آقا ببخشید، برگردید. برگردید داخل. آقا اینجا باشید. اینقدر گوشت بدیهی بود که تو لیستم نیاوردم. بودم اونا که حتما میگیرم. بعد دارم میرم همینجوری. میخوام گوشت بگیرم. خسته نباشید. آقا ماهیچه میخوام. فعلا دو تا بذار. شاید هم بیشتر خواستم. اینه اینجا حساب کنم یا اونجا حساب کنم؟ قربونه، زنده باشی. چشم. خب عزیزان دیدید که تعداد از خریدهای من چند قلمی جا مون که مجبور شدم بیام یه سوپرمارکت دیگه تو محل خوبمون. حالا هم رسیدیم اینجا. آقا رضا سبزی خوردن برای من دوتا بذار کنار، دستمال سفره هم برام بیار، دست گلت درد نکنه. آب معدنی مونده، میرم برای آب معدنی. بفرمایید بفرمایید. آب معدنی، آب معدنی، آب معدنی. گالی چند بامزه بودم. آیا تو تلویزیون را مجری؟ اینم آب معدنی. خب دیگه چی میخوام؟ این چی دیگه؟ فکر کنم اینا دیگه تموم شد. الهی به امید تو بریم که شروع کنیم، داره خیلی دیر میشه. خب بریم ادامه خرید. بقیه خریداری که گذاشتیم توی ماشین، من میخوام کام مهمانهای من شیرین باشه، بنابراین اومدیم قنادی شیرینی بخریم. البته عیال الان دستور داد که آجیل هم بخرم به دیده منت. بریم برای آجیل شیرینی. بفرم. ببینیم تو شلوغه، ماسک بزنیم نزنیم؟ خب نه زیادم شلوغ نیست، ماسک نمیخواد. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. سلام آقا عسکری گل، حال شما چطوره؟ مخلصیم. خوبی آقا؟ خیلی خوش اومدید. اینجا قنادی محلمونه، در این حد که ما میتونیم بریم اون پشت. اینجا دیگه باید ماسکو بزنیم چون تجمع میشه. خسته نباشین. خسته نباشین. ببخشید. خلاصه بله اینجوری هست. از اینا میخوام، از اینا میخوام،
از اینا میخوام با اون زیلیاش. دست شما درد نکنه. شام ایرانی میبینی؟ بله، ما تو آقای خمسه دیدیم. چه عالی، یه فصل عقبیت. فصل بعدیش هم جذابه، ببینی. کی پخش میشه؟ هنوز داره ضبط میشه. دست شما درد نکنه. خرید تمام. بریم برای پخت و پز. خب الهی به امید تو سلام مجدد. رسیدیم به حق چیزای ندیده و نشنیده. محمد علی مردانی میخواد آشپزی کنه. واو ویلا. من همسرم خیلی آشپز قهاریه و با همراه دوستش خیلی به من کمک میکنن، راهنمایی میدن. الان قرار پیش غذا رو درست کنیم که اسمش سالاد لوبیاست. منتها چه لوبیایی؟ بهش میگن لوبیای عروس. البته لوبیا افغانی هم بهش میگن. خب لوبیا داریم، زیتون خرد شده داریم، خیارشور خرد شده داریم، فلفل دلمه‌ای خرد شده خوشگل داریم و همینطور مرغ تیکه‌ای گریل شده. اول باید شیبیت من خرد بکنم. سس میخوام. سس. بله. بله سس. خب این یک چیز جذابیه که من خودم خیلی دوستش دارم. هرچی سعی کردم اون صدا رو نده آخرش داد. نمیدونم شبیه چیه، همه میدونن. ای بابا صدا ندادی. بیا درم خوب نبستم صداش درم. چشم چشم اعتراض میکنی بابا، یه دقیقه اجازه بده. اصلا من بیخیال میشم یه تپ و تپ چیشه بسی بلش کن. فعلا قاطی میکنم، بعدا اون دره رو بر میدارم یه سره بیاد. هی اونو فشار میده یه ذره قاطی بشه بهتره. خب من حالا با این بعدا کار دارم، فعلا اینجا باشه تا بعد اون سوسه رو درستایی بریزم. الان بریم میوه ها رو بشوریم. خب غذای اصلی ما هر شود که ما پیاز چپلو قراره بدیم با ماهیچه. البته پیاز چپلو یه جور اشانتیون توریه که مورد علاقه منه، دوست دارم که رفقام هم بچشن. در اصل باقالی پلو میدیم با ماهیچه که سراغ اون هم خواهیم رفت. بالاخره باید آشپزی رو از یه جای شروع کرد دیگه. بعد من واقعا هیچی بلد نبودم درست بکنم. مدتی بود تو اون دفتری که کار میکردیم، چهار نفر بودیم، نوبتی باید غذا درست میکردیم. من هی ظرف میشستم و کارهای دیگر میکردم که غذا رو نپزم. هر شبات که میبایی دیگرم الان بشورم دیگه. الان بذار باهاتون صحبت بکنم. یه چند وقتی بود هی بچه‌ها گیر می‌دادن بابا یه چیزی هم تو درست کن ما بخوریم. گفتم بلد نیستم، یاد بگیر فلان. یه چند تا غذا رو به من یاد دادن که خیلی هم بی‌مهارت و بدمزه اونا رو درست می‌کردم و تفریات تحمل می‌کردم. بعد یه مدت فهم کردم من عمدن یاد نمی‌گیرم و بدمزه درست می‌کنم که باز از زیر شونه خالی کنم. ولی یه مدت که گذشت دیدن کوکو سیب زمینی رو خوب درست می‌کنم، هی می‌خورن میگن به به آفرین، راه افتادی، خوشمزه شده و اینا. یه خورده اعتماد به نفس پیدا کردم. کات به زمانی که همون اوایل ازدواج، شبی منزل مادر خانم امینا بودم و قرار این شد که شام با من باشه. منم گفتم من فقط اینو قول میدم بتونم خوب درست بکنم. گفتن هر چی، یه شام تو به ما بده جالبه. مثلا ساعت 8-9 شب من اومدم توی آشپزخونه مشغول شدم. خب من بلد بودم برای 4 نفر درست بکنم. اصلا نمیدونستم که وقتی تعداد زیاد میشه قاعده متفاوت میشه. تا ساعت 12 جون کندم، یعنی هرچی درست میگم یه چیز دیگه در میاد. اصلا اونی که تو دفتر کارمون میشد عذاب در نمیومد. بعد بدبختی بود، خلاصه 12:30 اینا هم همه گرسنه، تعدادشون هم کم نبود ماشاءالله. غذا رو ما آوردیم،
سر سفره. یک متکار اصلا من وسط سفره بوده شد. اینقدر کلوفتی، بالا سوخته، پایین سوخته، وسط خام. یعنی خودم اینقدر بیشتر نتونستم بخورم. فقط مادر خانومم خدا حفظش بکنه، برای اینکه من خب تازه داماد بودم دلم نشکنه، یه کمی خورد و گفت خیلی ممنون پسرم. بعد به برده خانمم گفت حسین جان نون پنیر میاری؟ و همه نون پنیر و چای شیر و سبزی و اینا خوردن. اینجوری ما آشپزی میکردیم. اینجوری؟ تقریبا میتونم بگم از نوجوانی تو مدرسه خیلی چک و پر زدنای طنزآمیزی داشتم و خیلی هر کیو می‌دیدم تقلید می‌کردم، از معلم و ناظم بگیر تا خانواده و دوست آشنا، و خوشم میومد که توجه‌ها رو جلب می‌کنم. من یادم اولین باری که تصویرم خواست پخش شه تا نیم ساعت قبل از پخش، یعنی 1 فروردین 1376 هنوز خانواده من خبر نداشتن. یا ابوالفضل، خلاصه اونم خیلی جذاب بود. اصلا جرئت نمی‌کردم بگم که من همچین کاری کردم، چون ممنوع بود دیگه. اما خوشبختانه وقتی پخش شد عکس‌العمل خوب بود. یه خورده متعجب بودن خانواده، ولی اون خوشحالی ها رو میتونستم توشون ببینم. عیدم بود، رفت و آمد زیاد بود، هر کی میومد راجع به من حرف می‌زد. جوان 19 20 ساله، شبکه سراسری، کار طنز. از یه جای دیگه هم وارد حوزه صدا شدم و خیلی توش تاختم، به دلیلی که من در کودکی مشکل حنجره داشتم. خانمم دوام نکنه یه ذره اینجا بشینم، ببخشید معذرت، من بی‌ادبی نباشید، خسته شدم دیگه. تو حوزه صدا وقتی میدان پیدا کردم، اینقدر که عقده داشتم از بچگی صدام بد بود، هر کی ما رو میدید صدای ما رو میشنید مسخره‌مون می‌کرد. حقم داشتم، خیلی قصه می‌خوردم، خیلی دنبال انواع درمان‌ها می‌رفتم، باز ناامید می‌شدم. یه واقعاً یه جایی از ناامیدی خسته شدم، جواب نمیده که من هی دارم به ناامیدی ادامه میدم. برای همین رفتم سراغ ورزش. تو کار خودم پانتومیم مهم نبود برام که نقشه بدون دیالوگ به من میدن، نقشه‌ای به من میدن که بیشتر فیزیکیه. همون سعی کردم با همون خوشحال بشم. راز منم اینه، الکی الکی راستکی میشه. من الکی امیدوار شدم و راستکی شد. خیلی کارام مونده، چقدر دارم یه حرف میزنم. داریم میریم خونه ممرضا علی مردانی. صدا پیشگیاش خوندناشو دوست دارم و حالا میدونم که این برای رسیدن به این صدا از چه سختیایی رو گذرونده و رسیده به اینجا، خیلی برام ارزشمنده. آدم بسیار دوست داشتنی و حرفه‌ای و درجه یک. همه کارم از دستش برمیاد. تو خوانندگی خوبه، سید صدای مخملیه اینجوری داره خوبه. خیلی کارش برام دیرینگ دیرینگش خیلی فوق العاده است. دیرینگ دیرینگ آره. دیرینگ دیرینگ. بعد شام ایرانی و گروهمون رو خیلی دوست دارم. خب پیش غذامون فقط اون سالاد لوبیای عروس که بهتون گفتم نیست. کشک بادمجون هم هست که ایشالله که مهمونه ما دوست داشته باشن، چون طعمشو خودم هم دوست دارم. اونو جلوتر آماده کردم، همطور که غذاها رو هم به کمک خانومم و دوستش از قبل آماده کردم. منتظر اینا رو میذارم اون مرحله آخرشو دیگه، وقتی مهمونه نزدیک شدن اون موقع روشن میکنم که گرم آماده بشه. راجب دسر نگفتم. دسر من امشب پودینگ تخم شربتیه. از اسمش پیداست، تخم شربتی داره، عسل داره، ژله داره، شیر نارگیل داره، میوه داره و اینا. اینا چون من میترسیدم وقت کم بیارم، جلوتر همه کاراشو کردم. نمره قبولی هم از خانومم گرفتم، فقط تاکید کرد که این شعلهش زیاد نباشه که نیست دیگه خوب. پس من دیگه یواش یواش بعد از که اینا رو خرد کردم و آب مرغ و با برنج قاطی کردم، میرم آماده میشم که مهمونای من دارن میان. خدایا چی درست کرده؟ من نهار نخوردم، نه که به خاطر این نهار نخوردم، الان عصبی ام، میخوام برم یه چیزی بخورم.
و به نظرم خیلی مهم نیستش که حالا چقدر آشپزی بلد باشه یا غذاش چقدر درجه یک بوده باشه. اینکه خوش بگذره و دور هم حال کنیم به نظر واسه همه چی مهمتره. سلام پنیوم، یه گل، یه گلیه به اسم پنیوم، خیلی گل ساده و بامزه‌ایه. چاکری، مرسی مرسی، خیلی شیک شد، خیلی چیز خوب شد. خب ما دیگه کارامونو کردیم و چشم انتظاریم. البته خب من زودی آماده شدم، بچه هم معمولا خوشقولن، حالا کی اول از راه میرسه، با چه فاصله از هم خواهند رسید نمیدونم. حالا منتظرم که ببینم بچه ها کی میرسن. دل دل دارم دیگه، خدا کنه بشین خوش بگذره. انتظار مهمان هم با حاله. لابونه در باز کن. از این نفر اومد، یعنی کی میتونه باشه؟ سلام علیکم. آقا اینا رو خیلی خوشگلتر از این بود، من تو ترمز کردم برگشت همه اینا ریخ دوباره برداشتم گوشه سرم، ولی فقط لگنش بکنه به درد بخوره. خیلی زیباست، دست گل درد بخوره. فدات شم، خواهش بریم اونجا، خواهش میکنم فدای تو بشم. کجا بشینم من؟ هر جا راحتی برات. من هر جا راحت همینجا میشینم. اینجا خوبه. چطوری؟ قربونت عزیزم. آقا خیلی وقت ندیدیم هم دیگه رو. خیلی وقت، خیلی وقت. یه قرن شو فایل دادم. آقا از خودت پذیرایی کن، من مخلصیدم. آمدم ببخشید. سلام علیکم. بازم گل. من ماسکم دم در افتاد. خب دیگه تا اینجا لازم بوده دیگه عزیزم. یعنی چی بازم؟ دست دست اونا. امیر نگاه. سلام. آقا خیلی مخلصین. چکی مخلص. ببخشید دستت عزیزم. آقا الکل خدمت شما. البته اگه میخوای، البته اگه میخوای بشوری هم آره میتونی. خوبی؟ سلامتی؟ خسته نمیشه؟ خانواده خوبه؟ بفرم بفرم. من اینو بذارم. بفرم با. بیا الکل بزن. شما. ببین بعد اونو باید سر سامون بدی، چون احتمالاً بی ریشن اون گل دیگه. گل منو کجا گذاشتی؟ تو هم گل آوردی؟ آها گفت بازم گل. آره من گل گرفتم که نگن بازم شکلات. آره بازم شکلات. منم نگن دیتم هدیه میدن به هم دیگه. آره. نگن گل گل نه بازم گله آخجون توش بود. آها خب یه خورده نگرانش کنم. خوبی؟ خانواده خوبه؟ الحمدلله. شما با هم کار کردی؟ شما کی با هم رفتیدین؟ زلزله داره میاد؟ مهدی اومدین؟ یا ابوش مهدی کوشکی اومد پوشیده باز کن. مهدی داره میاد. سلام علیکم. بازم گل. ای بقیه گل بردن؟ دست شما درد نکنه. خیلی آقا من میخواستم اگه بشه دست شما درد نکنه. خیلی چقدرم زیباست. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. کارگردانه چطوری؟ خوب هستین؟ احوال شما؟ قربان شما. مرسی. قربان شما. منم همینطور. چطوری؟ چطوری؟ چه خبر؟ تو این گریم سر کارت دیده بودم. آره؟ این ابروه. آره. سر چی؟ سر یه فیلم سینمایی. آه ابروه سر تو چرا قلبتو میگیری از میخندی؟ چی شد؟ آره باره باره نخندیم 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 عمل باز قلب کردی تو. آره آره ای وای چرا باید عمل باز قلب کرده باشی؟ آقا چرا باید شما دعوت بشی تو این؟ تو چرا باید عمل باز قلب کرده باشی؟ من با این سن و سال
این اولا که دنده‌ها رو می‌برن به خاطر همین به خاطر فرز می‌برن درسته؟ آره دیگه با نمی‌دونم اصلا یعنی چیه اون چه وضعیه یعنی من شانسی پارسال فهمیدم که یک سوراخ تو قلبم دارم یعنی یک سوراخ بیشتر از چرا آدم شانسی باید بفهم سوراخه من شانسی فهمیدم سوراخ اینجوری شانسی فهمیدی همینجوری نه واقعا که یه بار رفتم یه چکاپ کلی خوشم اومده بود یعنی مثلا گفتن آقا ببینم عورت خوبه کبد و فلان و اینا من خیلی ذوق کردم بودم عجب سالم بعد گفتم قلبم همینجوری برم رفتم گفتم یه اکو گرفت یارو گفتش که تو مشکلی نداری گفتم نه من بچه بودم فقط یه سوفله بیگناه داشتم میخوام نمایشش هم بنویسم سوفله بیگناه سوفله بیگناه چی یه انگار یه تپش از یه سوراخ نمیدونم همون حفره یعنی حفره حفره آره بعد گفت این سوفل دیگه این چاه شده سوفل پرگناهه برو اکو بده فلان اکوهای مختلف دادم بعد چه جرأتی داره بعد کنار تو داره سوراخش رو میزنه نخندونینش حتی بخشای پنهان آشکار داریم از شخصیت ها خیلی نامن نگوده این که بخش پنهانش هم تو میخوای یه ذره میزبانی کنی من خفه شم به خدا انقدر ذوق زده از دیدن اینا رو واقعا تو نشستی گل کردی پرتقال برام به هر نه کمک کردی بله خودش اینطور آره تو چون من خودم همش رو انجام واقعا آره تو مهدی بین ازدواجش مجردی یه پرانتز به من میدی رفقا تو سکته نزن مراقب باش تو مراقب باش چون سوراخ خیلی گوش آره اوه نه خیلی نامرد من خنده تو خندم میگیره آقا شما با هم کار کردین من چیکار کنم تعارف کنم بهتون دست در نکنه دوست دارید چون اهل تعارف نیستم ولی می‌خواست اینو بگم اینجوری هستین تعارف کنم بهتون نمره کم میدین یا خودتون بردارید نمره کم میدین یه نوشیدنی گرمی اگه بخورید نمره فکر نمی‌کنم هر کاری دوست دارین با نمره می‌کنم الان من نمی‌دونم چه جوری با شما راحت باشم مخصوصا شما که اولین بار دارم می‌بینم من راحتم پس نوشیدنیم چای میخوریم؟ آره مرسی چای من آب میخورم آب میخوریم چشم من یه چای کمرنگ اگه چای دارچین یا چای زنجفیل یا چای آبیشن یه چیزی یه گرمی توش باشه مرسی آره خب پس شما با ممرزا کار کردی؟ نه با ممرزا رو الان تعریف کردم من اولین بار تو حوزه هنری تو شب شعر در حلقه رندان 80-81 یه گروه نمایشی بودن می اومدن یه پیرمردی بازی میکرد محشر بود که مثلا از پدر بزرگش برداشته بود آها اون از اونجا دیدم بعد چون من با هادی کاظمی هم خونه بودم یه سال و نیم و محمد رضا چیز بود محمد رضا دوست هادی بود مثلا اونجا می دیدمش اینا کره به مثلا درست کرد کاش تعریف نمی کردیم ازت عزیز بود جفتو چه با هم بزن الان آبم میاد دست در نکنه عزیزم بیا اومدیم خودتو ببینیم به خدا چش من اینا رو فیلم میگیرم که برای شب دوم که آره من اصلا چیزی نه تقلب کنم چه متولد چندین من 55 هم من 59 هم 55 59 60 63 شوخی میکنی میخوای به ترتیب من یکی 63 یه بچه دوم دبستانی هم دارم ماهان عزیزم شما دختر داری که تو آسانسور همش ازش عکس میگیری تو آسانسور آره دیگه من خودم یه عالمه آلبوم آسانسور دارم همش آره نمیدونم تو کام بابا اون خیلی چیز داره من با بزرگتونم الان تو چی؟ من با بزرگی که باست تو ما تا 55 هم 21 سال متأهلم و دخترم هم 20 سالشه چجوریه؟ چجوری؟ مهدی هم بچه بزرگ بله، داره؟ بله ما الان مشترکمون اینه که همه بچه داریم اینجا تو بگو تو پسر چند سالش؟ من پسر دارم 15 سالش ماشالله پسر 15 سالش اینجا حقش بود که اینجا میگم چرا؟ واقعا مهدی هم نمیاد من 22 سالگی ازدواج کردم تو چی؟ 23 میگی اولین بار میخواد کرم از خودش نه میخواد بگه فقط واسه که به خودت به خود به خودش هم نمیکنی بعد من بشم من دارم هر کدوم میتونه شبیه یکی از کاراکترهای دیرین دیرین ببینم یا خدا کاره دیرین دیرین میتونی صداهایی رو بگی که شبیه یعنی میشه برام یه خورده از اداهات در بیاری اداهات ببین یه کاری میکنیم بذار یه کاری میکنیم بگو امیر تو بشه پیلن آبیه محمد بشه پیلن قرمزه مهدی هم بشه پیلن قهوه‌ایه
اونی که الان رولشو دادم به شما اینجوری صحبت میکنه. آه پیرن قهوه‌ایه. اونی که رولشو دادم به شما اینجوری صحبت میکنه. دقیق تر میشه. ببین اینجوری باید این مفرعه رو خودم با زور تنگ کنم. من اینجوری این که میذارم یه کارم راحت تمرکزم رو بازیش و موسیقی و گفتارش و اینا. اون پیرن آبی هم که اینجوری صحبت میکنیم بسه تبدیلش کنیم به بازی. من راوی و وی و اینا میشم. ما دا بسمه میشیم. آره اینجوری ما فقط لب بزنیم. آره پایا هستین دوست داریم. آره لب زدن چه جوری؟ من دوستاشم جایی دیرین باشه. من یه چیزایی میگم به داهه شما هم عکس العمل داشته باشین. حالا تا جایی که سلام من اینجوری بود. آره صدات اینجوری تا جایی که شد سخته. آره برو برو ببینیم چه هم با یکی دیگه شروع کنم. من نگاه نکنم. نه اولیش راویه. اولی شما تو راوی کی؟ راوی خودتی. آره صداتونو بشوسی تو اینجوری صحبت می‌کنی. الان می‌تونی امتحانی برو بزنی. آفرین 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 درست داری لب می‌زنی. و تو هم که صدات اینه راوی آفرین عالیه. شما هم که این گونه سخن میگوی آفر آه جالب چیه چیکار کرد چیکار کرد خوب اومد اومد خوب بود خب بریم من چیه اصلا الان باید سناریو هم درست میکنم بلش کنم یه برش میریم الان قصه هم نداشت بذار حرف فرنگی بزنیم دیرین دیرین در دوران دیرین دیرین کمربند ایمنی نمیبستند آنها دور هم در مورد کمربند ایمنی صحبت میکردند من که کمربند خود را همیشه میبندم که شلوارم نیفتد. من نیز چنین میکنم. اما من کمربند نمیبندم چون شلوارم تنگ است. چه بد اومد همین. بابا بامزه بود. من برام یه چیز جدیدیه. 5 سال دارم رو نقاشی ها میگم یهو دیدم آدم های واقعی دارن اینقدر ما رو ببر دیگه از بوان نمیدونم یه کاری کنیم آسون تر شه. شما ها لب بزنیم بینه من به شما میرسم مثلا با هم عرب بزنیم من یه چیزایی بگم. یعنی ما یه چیزی بگیم که تو اونو بگیم. نه لب بزنیم فقط ولی به هم نگاه بکنم مثلا تو با امیری من سعی میکنم بکنم یه جنس عروسک گردانی اینجوری هست روی ستی تلویزیون توی عروسک هم اینجوری که آره توی عروسک اینطوری که در واقع کسی که فک عروسک رو بازی میده در واقع گوشش به صدا پیش هست. یعنی همزمانی باهاشونه. آره همزمانی برای عروسک گردان باید 6 تون صدا حواسش به صدا پیشه باشه. بله. الان من هر چی شما بگی با دستم راحت میتونم انجام بدم. ولی بله. خب اصلا استاد شما دو تا بریم ما ببینیم اول. نه آقا میشناسیم اینو ما که میریم باشه باشه. بریم من نابلدیم اونم با مزهش میکنه. بلد باشن اینا که با مزه نمیشه. از بلدی ببینیم. پس شما به من خط بدید. شما بزن بزن. خب اینجا چه میکنی؟ چرا ایچی نمیخوری عزیزم؟ من رفتم تو اون امیر چجوری نگاه میکنی؟ اینجوری بود دیدی؟ خب امیر محف شد چجوری ابروهادیی شدم یه جوری خب امیر من میگم همچی هنری هم مگه داری؟ خب عزیزمشو بریم دوباره نمیخوری عزیزم؟ من چرا از اونجا که آمدم نگاه به اینها کردم گفتم شام میخوام بخوریم اینها رو بخورم که سر میشه خیلی خوب بود اما من بگو دیگه تو برو اما تو من دوست نه چی؟ اول قلب باز چه میدونم چی کار بکنیم؟ یه قاش داد چی میدونم چی کار بکنیم بکنیم؟ باید ببینم اتون بگم یه بار دیگه بگم کار سختیه تو برگرم سمت خودت نه تو بازی دو من سعی میکنم شما رو ببینم وای شخص سخته خب تئاتر اینه ما بایدشون چی کار میکنیم؟ سه برم یه دور دیگه دانشگاه آرشکی بگم خب بگم. تو لب بزن کانسپت اشاره کن لب بزن خب بگو ببینم عمل قلب باز کرده ای آه یا عمل قلب بسته قلبت میتپد
البته این قلب نبود خودتون همزمان با تو داشت خودش دو داشت کرد آقا بذار یه چیز سختی شد تو داشتی میگفتی اون داشت میخندید من یه دهنم نمیتونستم هم بگم هم خندم بگم زلن اول قبل یا قمیت نمیشد خوبه ولی خوبه بازی خوبی بود با مزه بود چرا سخت بود آره محمد گیتاره رو بده ولی می محمد گیتار بزن برام بزن گیتار بزن برام این گیتاره اونو بکن اینو باید بکن یکیشو بکن آره چه این ولی چه اون ولی راحت بکن تو چرا بعدن استنداپ نکردی هیچ وقت یا مثلا چرا ببین آخه مثلا تو خندبانه مثلا حتی با موقعی که مهمان بودی یا موقعی که مسابقات بود مثلا استنداپ نیومدی بکنی وقتی متن می‌نویسی وقتی بیان داری وقتی می‌شناسی قالبو خیلی چیز ببین چون این کارو زیاد انجام دادیم به عنوان مشق بازیگری آها چون تو کلاس‌های بازیگری ما وقت استنداپ می‌داشتیم هم کمدی هم تراژدی انواع مختلف منم میگم بداهه چرت و پرت بخونم اختیار داری الان می‌بینی چرت و پرت هم گیتار اون پاپ جور پلی به پدر با من خجار به نیست میبزنیم به دندانه یه نده به دندانه یه نده دم به دم پر نغاره مشتی حسن سواره در بیش آرز میاره آرز جهاز نداره اکی نره پاره پاره تفسیر شیمانه داره خوب می‌زدی. آقا مرسی. صداش سخت در میاد، دستش ترکید. آره فکر کنم مبلتون خراب شد. برنامه خوردن هم داریم امشب. بفرمایید در خدمتتون هستم با کمال افتخار. از همونجا بریم. دیگه معلومه. نه من جلو نیفتم دیگه بفهم. آقا همینجوری راحت‌تریم. بفهم. ببخشید. دقیقاً دیگه به بودا بودا میگن. بابا دیگه نگذر بابا دیگه. بابا دیگه نگذر بابا دیگه. این چیه؟ تخم ژاپنی مادره یا لوبیاست یا باقالیه؟ باقالیه؟ یه جور میخوایی دونه بخوریم با دست؟ چایش بداریم من همونه که منم به خدا چیزم این چیز باقالیه باقالیه اینا بیرون نمیتونی بخوریم یه باقالی خاصه واقعا نشسته اینا رو خورد کرده؟ باقالیه باقالیه قرمه چی؟ رفقا مخلصم امیدوارم معطل نشده باشید خیلی اصلا چرا اینقدر چیزای کدبانویی به خرج دادی چرا اینقدر به هر حال کمک قوی داشتم برات آره تزمیناتت خب در مورد این بحث کردیم نونارایی و باقالیه ولی آیا باقالیه خاصه نه نه باقالی نیست این یه نوع لوبیاست بهش میگن لوبیای عروس یا لوبیا افغانی آره اسم سالادم سالاد لوبیاست مال کجاست لوبیا ایرانیه شما تو نایبین ناخونک باز هستید آره 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 چرا حال میده ناخونک بکشین بچه من میخوام از این کارو بکنم من هیچ وقت اینو نفهمیدم کجام باید بندازم آها تو یقه مگه نمیذارم یعنی میخوای اگه یه وقت ریخ نگی اینجوری نکنه آها البته اینم میشه ولی من بیشتر میریزم پایین از اینا بگیرم برای لیوان ما نگفتین رو فقط ناخونک چرا حال میده خیلی کیف میده مزه بازیه دیگه میدونی؟ من یه دونه حرف میزنی یه دونه هم میزنی خوبه؟ خیلی خوش مدن نوشون جان تو از این خوردی مریم؟ نه آه من از این خوردم نه این خیلی خوش مدن میشه برای منم بکشم کاشوان جون؟ آره کاشسته اثر هنری این گاه داریم خراب میکنیم آره به خدا اینقدر فردا هنرمندو چرا بریدم؟ زیاد بریدم کم بریدم یه کوچولو دیگه پس آره بزن این خوبه؟ میخواستم از اون نانا داغه آره دست دارم میخوای باز این بردارم بیشتر میگی ناخونه اگه من هر چیزی هیچ چیزایی
تقلبی که توش بکنی و کسی ضرر به کسی ضرر نرسونی به نظر من تقلب خوبه. اصلا تقلبی که کسی ضرر نرسونی تقلب نیست. بچه پاکشه دردی میخوره. فکر کنی یکی تقلبتون تو هرچی یادتون میاد بگیم. من تو بچگی برگه امتحان برگه امتحان یکی بچه ها رو دزدیدم. تقلبم اینجوری شد. آره بعد برگه خودم رو که مثلا 8 گرفته بودم بردم گذاشتم زیر سنگ خورم و باد. بعد رفتم خونه اینقدر ابله بودم گفتم این برگه منه مثلا 20 شده 19 بوده بود. بعد بابام گفت خب این که دست خط تو نیست. اینقدر رو و گوشم رو گرفت کن خب بریم ببینم برگت کجاست. رفتیم از زیر سنگ برگت بعد پارت معدومش هم نکرده بودم همچه یه سنگ رو بشیدم نه همی فکر کرده بودم. من تقلب رسوندم حالا یه دفعه که دیوونه شدم از دست نمیدونم خودش یادش هست یا نه دانشگاه مجید ساله هم کلاسی بودیم. مجید ساله آره دیگه مجید ساله عزیز دارم بازیگر و کارگر. امیدوارم هر جایی که هست خوب خوشش اسمش اومد بعد دعوت می‌کنیم به برنامه دور. خیلی گله مجید عالیه. اون موقع ماشاءالله خیلی پرکار بود سر کار سیب خنده بود چی و چی همینجوری مشغول بود واقعا بعضی درس‌ها رو نمی‌رسید که بخونه. بعد نمیدونم عین و حروف الفبا بودیم دیگه عین و صاد به هم نزدیک هم من علی مردانی هم مصالحی یک مثلا 15 مرتبه ما تا حالا اینجوری شدیم که افتاد پشت من. بعد از قبل از اینکه بریم سر جلسه با ممارزا برسونم باشستم بس ببینم خودم چی کارم. یه امتحانی مثل که خیلی براش مهم بود باید اونو حتما پاس میکرد که یهو مثلا کل زحمت یه ترمش هدر نره. اینقدر گفت بعد من هم خواستم تمرکز بکنم ببینم چیا رو خودم بلدم. میگفتم میرسونم هجی میگم بهت سب کن ای بابا چون مادر مرسون چون مادرت وقت داره تموم میشه فلان. اینقدر گفت کلافه شدم قشنگ یه لحظه نگاه کردم دیدم مراقب حواسش نیست ورقمو گذاشتم رو میز اون ورقشو برداشتم. آره دوباره نوشتم خودم. آره چی بود چه درسی دیگه آدمی هستم نمیدونم تاریخ نمایش شاعر یه چیزی میگه چی میگه میگه حالا شام موافقی بریم شام بزن هر کی شام نه بابای من بهتر بلده اینو من اینو بلد نیستم. آره اینجوری میزنه دیگه واقعا من صدا ولی خیلی میدونید اسمش چیه بشکن کلفتی بهش میگن به این چهار بشکن کلفتی به این میگن. اینا یه اسم دیگه داره اینجوری البته یه جوری هم آقا خیلی خوشمزه بود همین خیلی خوشمزه بود. اینا رو ببرم خیلی کم ممکنه هر وقت که همون منتظر فرمایید خوشمزه تر کار ما سخت تر. آره بوی اینه آب گوشته یا نه کره اون بره خواستم از این شوخی ها باید کنیم دارت اون چیه اونجا ریخته چی بودیم محمد رضا جان اومدیم خودتو ببینیم از این حرفایی که استرس میده آدم. این زیتونه دیگه چه باله زیتونه گیریل شده است. من تازه دیدم نایدونم رسیده باله بریزم برای؟ بباره بذاریم برای تو ماهچه بباره ماهچه یا ما
ماهیچه دوست داری که؟ کسی هست که دوست داشته باشه؟ چه کردی؟ من همه چی رو دوست دارم، همه چی خوبش رو دوست دارم. بفرمایید. آقا دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه. الان برنجم میارم. ببخشید که لطف کردین. حالا نفرمایید. زحمت این ناقابل. برنجم هست و دیگه کار ما رو سخت می‌کنین. آقا به نظر من با آوردن این ماهیچه خواستی چی بهمون ثابت کنه؟ چیزای رستوران خوبه، ماهیچه‌های رستوران خوبه اینجوریه. ببین یه سری چیزا هست که نگاه می‌کنی می‌دونیم آیا یه آقا پخته یا یه خانم. البته من نمی‌خوام بگم آقا خانم، اصلا یعنی آقای خونه یا خانم خونه. فضای خانومانه علی مردانی معلومه که قویه، یعنی خدا بهش رحم کنه، مهدی پسندی. چیکار میکنه ممرزا؟ بیا دیگه. خب چی رو بگو بردارم که این چیه؟ به نظرتون کجا؟ به نظرتون چیه؟ پلو سبزیه؟ نه این بوی این بود، پلو که نیست، بوی این بود، بوی این بود چیزه؟ بذار بگم عجب چیز خوبی. این پیاز چه پلو بهش میگن؟ تخم مرغ هم داره توش؟ نه؟ نه نه چقدر قشنگ. خب خب روش جان کنی. بوی این بود که... به نظر من این شمعه خیلی خوشگله. بله ولی بهتره این وسط نباشه. خب اینجا باشه خوبه؟ آقا من براتون بکشم. رمزش این بود ولی ماهیچه رو که همه این دستی تو قابلمه درست میشه. این چیزشه. براتون بگم میخواهید یه نمره بیارید. همه میگن ماهیچه رو خودت درست نکردی ولی من به همشون گفتم محمدرضا درست کرد. من که گفتم من درست نه من چه ادعایی نکردم. من گفتم همش گفتم خانومم و دوستش خیلی تأثیر داشتن، کمک کردن، همراهی کردن و من تنها نبودم. بالاخره اونا هم به تنهایی عمرن نمیکنن. برای من یه ذره برید از اون تهدیگه هم داشته باشم. باش من برای خودم کشم. و من یه مامانم یه شوهر خاله داره. من اینو خیلی دوست دارم. حالا اگه دست با زاغه شما جون میشه. چرا؟ اون تهدیگه. آره اصلا کلا برید. یه تست گفتی یه ذره بودم میخوای تست کنم شاید دوست نداشته. چرا بابا دوست نداره؟ آخه یه امتحانی بکن. ما الان این 4 تا ماهیچه هست که هر کدوم یه دونه رو باید بخوریم. بله میشه. بله خیلی واقعا. نه خب یه دونه با من شیر کن. هر جوری که دوست داری. دست در نکن. من میرم باقالی پلو بیارم. بابا بسته همین باقالی پلو هم داری مگه؟ آره گفتم اونو شاید در واقع همه. ببین آقا این تعدیق و این اینم باقالی پلو است دیگه. درسته دست در نکنه. یه وقت اگه اونو دوست نداشتید لااقل باقالی پلو رو شاید دوست داشتید. یه خورده خالی من برداشتم اینجا رو بذارم. بیا از این ماهیچه رو برمی‌دارم اینجا. خدا خیرت بده. دستمون هم میتونیم از اینجا برداریم بذاریم اونجا. امیر معذرت می‌خوام. یه خورده متشکرم. بله به 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 بسیار عالی. خیلی از همه چی دست در نکنه. از این کوچولو شروع کنم بعد دوباره میام سر. باش آن خوشمزه هم من خسته نمیشم. اینو ببین من چه تزئینی، چه چیزی. مرسی. شما هم تزئین مزه این داره پسیار تو بیاز چی پلو؟ آها آره دوست داری بیاز چی پلو نیم دیگه از این داره. آقا بزنید چیز سخته ده؟ بزن برمیداریم. نه برای تو سختته. نه برای تو عزیزم نه عزیزم چه سختی. بیا الان خیلی راحت. از بچگی آرزو داشتم که بیام خونه محمدرضا و بیام خونه صدا پیشه دیرین دیرین و ماهیچه بخورم. همین دیگه. اوکی دیگه ها. بذار اینم بریزم که پشیمون نشم. من برداشتم. هم از این برداشتم هم از سیب زمینی دست دارم. بشین خودت دیگه بشین. ببخشید اگه طول کشید گرسنه موندیم. نه چه طول کشید. دیگه بشینم خودم هم بخورم. قضو. دست در نکنه. چند روز بودی چی نخورده بودم خدا دیگه. سریال های نمیشینی قدیمی بود. دیدین اول می نویسی بعد با توجه به اون نوشته می سازینش. بله نوشته حتی صدا رو هم ضبط می کنیم. یه وقتا اول صدا می گیریم بعد انیمیشن رو می سازیم. یه وقتا نه ساخته میشه یا با صدای شاهد ساخته میشه بعد من میرم
روش دیگه دوبله نهایی انجام میدن. البته نباید بهش بگیم دوبله. دوبله در واقع میشه برگردان زبانی به زبان دیگه. این میشه صداگذاری گفتار. بله. میریم بر صداگذاری گفتار. خب خیلی متنای خلاقانه تیم نویسندمون خود آقای وقتی که الگوشو پیدا میکنی دیگه زمان بریش کمتر میشه، درسته؟ چون بالاخره کاراکترها طراحی شدن و فلان. به لحاظ طراحی های دوباره راحت میشیم. آره. دیرین رو میدی؟ ولی به لحاظ قصه دیرین آیدین مینویسه؟ آیدین عزیز مینویسه. آیدین سیارسری علی درخشی مینویسه، خانم بهجو مینویسه. بله تیم من که با هم مینویسم. منتها به هر حال یه حسابی هم رو ما میکنن توی استودیو. بعد یه جاهایی میزنید یه هو چیز نیست؟ مشکلی پیش نمیاد؟ چرا؟ چرا اعتراض میشه؟ تهدید هم میشیم. جدی میگی؟ بله. ولی خب دیگه ما هم همون حرفایی رو میزنیم که تو روزنامه ها بود، توی خبرگزاری ها بود، توی تاکسی و همه همون همین حرفا رو میزنیم، ولی یکی اون ممنوع تصویر میشه کسی حرف دیگه نمیزنه. خب ما هم همینطوری هستیم، ما هم داستان داریم، یه ممنوعیتایی برام ایجاد میشه، یه وقتایی شکایت میشه، مثلا یه پرونده‌ای داریم و مجبوریم بریم جواب بدیم، اثبات بکنیم ما نیت بدی نداشتیم، ما داریم به اون مشکله اشاره میکنیم، به زبان خودمون میگیم بلکه مرتفع بشه. چرا داستان داره، چالش داره. به هر حال شما داری کار فرهنگی اجتماعی میکنی با سلایق مختلف. اصلا کار طنز مگه میشه؟ بله. تا به کسی بر نخوره اینا پیش میاد دیگه. خیلی سخته، مخصوصا همین طنز. مثلا همین که یه چیزی مینویسه، خب مثلا پیجتون میونم یه چیزی مینویسه، بعد با خودم میگم که خدایا الان اینو نوشته با چه جرأتی نوشته، یعنی استرس نمیگیری، اعصابت خرد نمیشه؟ خب بوش میگن یه ده واقعا نشستن. اصلا ببینم مثلا مهراب قاسمانی چی میگه، امیر چی میگه، مثلا کی چی میذاره. خیلی چه سخت نیست. الان خیلی دیگه فیتیله رو دادی پایین، نمیتونیم. فیتیله رو دادن پایین. ما هم بعد در بعضی موارد کرکرامونه دادن. کارهای ما رو بررسی بکنیم، ببینیم بیشتر حرفای تندی که زدیم اولا به خودمونه، چون ما رسالت فرهنگی داریم. اینکه آقا ما ما هنوز خودمون کار داریم و مشغول نقد خودمونیم. انصافا هم مردم جنبه نشون میدن، تایید میکنم، میگن آره درسته این اشکال در جامعه هست، ما خودمون باید به فکر باشیم خودمون اینو رفع کنیم. ولی خب دیگه ما که مثلا نمیتونیم یه زاویه رو فقط در نظر بگیریم. آقا یه مسئولی خوب کار میکنه میگیم دمش گرم، اونم میگیم. یه مسئولی هم مثلا به وعدش عمل نکرده میگیم آقا عمل نکردی دیگه، عمل نکردی. چرا ما فرهنگ شاید یه سری فرهنگسازی باید بشه برای مثلا اینکه آقا طنز اینه دیگه، یعنی چرا ناراحت میشین؟ مثلا من آقا لقمه عروسک شبیه خودمه، شبیه خودم ساختم، یعنی کاریکاتوری از خودمه. یعنی نرفتم با کسی اصلا شوخی کنم، اولش با خودم شوخی کردم. بعد جالبه که عروسکی مثلا روباه و مثلا یه حیوان اینا نیست که مثلا من بگم دابسمش امیر دارم انجام میدم در قالب یه روباه، بعد امیر بر بخوره بگه مگه من روباهم؟ تو داری به من میگی که روباهی؟ خب تمثیلی اینا که کار نمیکنه، این خودمه. بعد صداش هم صدای بقیه است. مثلا من صدای آقایی رو گذاشته بودم که خودش سخنرانی کرده بوده، خودش سخنرانی کرد، من فقط لب زدم. من که اونو نساختم، اون آقا حرف زده، همه جا هم پخش شد. بعد جالبه که همه به من فحش دادن که چرا ادای این آقا رو در میاری، چرا توهین میکنی؟ آقا خودش گفته، این حرفا رو خودش گفت، من کاری نکردم، من فقط تا اینجوری کردم. نمیدونی یعنی یا مثلا به بچه هاشون نشون میدن، چون عروسکه، عروسکه بیا ببین آقا متناسب با سن بچه نیست. یه فرهنگ سازی هایی نمیدونم، یه خیلی سخت هم هست البته. بعیده اصلا. نوشیدنی چی میخوری؟ نوشیدنی من که آب میخوام. حالا بچه منم آب.
بعد این جنس فرهنگ سازی که تو داری میگی چجوری در واقع رو بده میاد دست گل چجوری جنس فرهنگ سازی به وجود میاد؟ من مثلا میگم که مثلا یعنی اصلا میشه مثلا تصمیم بگیریم من فرهنگ سازی من میگم فرهنگ سازی 30 سال شده اتفاق میفته نه ما میتونیم تصمیم بگیریم فرهنگ سازی راهش میدونی چیه مدرسه نه راهش اینه که تلویزیون کمدی نشون بده مرتب کمدی های خارجی نشون بده که چجوری بی محابا با همه چی شوخی میکنن میدونی از لولر هاردی که شوخی های بی خطره و فلان تا تام و جری نشون بدن تا کمدی های سیاسی اونورو که اینجوری که مردم یاد بگیرن اینو همین الان بخش مسئولین به کنار همون اونور تو شوخی میکنی به اقوام بر میخوره به نمیدونم اهالی شهرها بر میخوره به مشاغل بر میخوره یعنی تو باید کمدی مینویسی یه سری آدم بی شغل بی ریشه بی اسم بی فلان چیز کنی با شوخی کنی میدونی تا من لیوان بیارم تو بگو که تا حالا این حرفایی که زدی برای دردسری هم درست شده دردسر من میشتم تو بندازنش مثلا هشداری بدن اخطاری بدن من احضار شدم الان نزدیک فکر کنم 4 سال ممنوع تصویرم در تلویزیون و مثلا دیوار به دیوار دور نتونستم برم برنامه دعوت شدم اجرای برنامه دعوت شدم بازی بعد دعوت شدم اینا ولی مشکل دارم و معلومم نیست مشکل از کجاست معلومم نیست چجوری باید حل بشه اینکه من چه تقلایی بکنم که من بیام تو مثلا من دای تو دایره خودی ها یا دایره اهلی ها یا دایره اون کسانی که اگر انتقاد بکنن یا اگر حرفی بزنن حمله بر دشمنی یا حمله بر ستیز نمیشه آقا بالاخره این حرفیه که من فقط با صدای بلندتر میزنم حرفیه که داره زده میشه دیگه من که حرف عجیب یا غریب بعیدی نمیزنم دیگه ما به یه نکته دیگه هم رسیدیم اینکه صدای طنز نویسان رو بشنوید از شما خواهش میکنیم که بیشتر نازی نبودی با حسن نیت نگاه بکنیم با حسن نیت نگاه آه خیلی خوشمزه آخه جان سیر شدین؟ آره. بیاد چه پرو دوست داشتین؟ خیلی جدید بود براتون؟ عالی بود. خیلی دوست داشتم. یه خورده با تلخی خوردیم ولی تنش رو ولی خیلی خوب. آها به خاطر گپمون؟ آره. ما که عادت داریم. بالاخره دیگه ما این گپا رو شیرین میدانیم با هم دیگه که میشینیم صحبت میکنیم درد دلمون دیگه. حالا اگه از تحمل بیننده های ما خارجه من واقعا عذرخواهی میکنم. ولی خب همش هم نباید فقط به هر دلیلی که شد به هر بهانه ای شد هر بخندیم خیلی ممنون که جا گذاشتید برای دسر مرسی بابانه پذیرایی دونه عالی بود من نگران بودم این خورده نشه آنه کاملا میتونیم انصراف بدیم من. با اینقدر تو پرقدرت ظاهر شدی به خدا اینا رو نگاه کن بابا اصلا حرف زدی میچنه ارزش شما که خیلی بیشتر از این حرفاش این دسر اسمش از پودینگ تخم شربتی شامل تخم شربتی و شیر نارگیل و عسل و میوه و آمیناستیک پودینگ تخم شربتی ترکیب غریبیه آقا پیتزای قرمه سبزیه آقا من اون زیرش اون تخم شربتی الله قرمه تو مرسی شما دست در نکنه مرسی دست در ببخشید که اینجوری مرسی صدا میده بچه کنم میخوایی خود سر صدا کنیم که یه خود اینا سرسده خونه این؟ خوبه این ژله است ژله به ژله با آره تخم شربتی آره توشه؟ آره ژله میشه چه آره با خود ژله هم یعنی ژله هم داره دیگه من تو این برنامه ها تصمیم گرفتم یه کارگردان نباشم آناناس داره مثلا انگور داره واقعا یه کار چون دیده شده بعضی از کارگردان ها پشت صحنه این برنامه ها اینجوری هست نمونهش همین الان دارم میبینم آها یه چیزی من می‌خواستم مهتی یه چیز یه چیز بپرسم ناراحت نمی‌شی بپرسم نه جدی مرسی تو کچلی واقعا یا مودار من نه من کچلم جدی میگی آره اون بعد ارسیه تو مصطفی مثلا مو داره نه یکی از داییام باورت میشه حتی بابا من من چند تا دایی از چند تا دایی خیلی دایی از خیلی دایی دقیقاً به اون کچله باید بری باشه باید بشمرمشون به خدا به خدا میشمارم مثلا میگم دایی سیروس دایی فیروز دایی فلان اینجوری دایی هم زیاد نمیشم فیروز دایی خیلی خوب نه
خیلی از اینجا کشش شدی؟ از اینجا از اینجا داشت میریخ. من هیش مردم صد تا صد تا هر روز صد تا صد بعد خیلی طبیعی تموم شده صد تا صد تا صد تا واسه من میشه دکتر من اینا گفتم دکتر نگفتی صد تا بریزه تا دیگه بس اون ریزه رویششو نگفتی گواره خب طبیعی تموم میشه دیگه صد تا سرش همیشه تو قایی بوده دیگه به خدا اینقدر شمرده نمیده یه روز بلند شده ولی الان پرسونایی که الان داری مرد خشمگینه دوست دارم حالا شاید اصلا بغلا رو بزنم مرد خشمگین چینه هم میخوام بگی نه مرد خشن جذاب مثلا خشونت طلب چی بگم راستی فانتزی همونو بگیم فانتزی اصلا خاص من من دیگه داره آخر شب فانتزی همونو نگیم فانتزی همونو بگیم فانتزی همونو چیز رو بگیم تا مهدی بگیم فانتزی همونو چون حقیقت مهدی فانتزی های ماست هیچی نمیگم دیگه ابلا داره بیشتر با ایران شه آقای جوله بیشتر دیده شد آقا فردا در اینستاگرام تیتر زر فانتزی مهدی کوشی از زبان جوله دوست داشتم یه جوری میشد خداوند مثلا یه جوری موازی این زندگی دیگه به هم میدان من یه 10 سال زن میشدم نه اینکه برم تغییر جنسیت بدم یعنی خدا یه کاری میکرد من بتونم عالم یک زن رو بفهمم مادر بودن رو بفهمم عمیق بفهمم حالا ممکنه مثلا من رو به یه خوابی ببره در اون خواب این رو به من نشون بده این رو به من بفهمونه ولی اینقدر این دو عالم از هم متفاوتن نمیشه ادعا کرد هرچی میکوشی انگار کمتر میفهمی تو کجا زن باشی؟ هر جا من این جنسیت رو این طرز نگرش رو اینو بتونم متوجه بشم برای که بعدش بتونه آدم کس و کار خودش رو بهتر درک بکنه یعنی بتونی از زاویه دید اون هم جهان رو ببینی فهمیدیم دیگه با فهمیدیم یه دارم عمدن زیادی به نظرم همینجا تموم کن الان برو دایرکتاتو چک کن الان نه وقت بعد پخش برو دایرکتاتو چک کن بچه چرا میخنده؟ با اون میگه فانتزی تو بگو منو نگاه کنی میخنده مثلا حرف میزده آقا خودش که نگفته ما داریم قضاوتش میکنیم چه قضاوته؟ بگو شما بگو چی بگم؟ فانتزی تو بگو در میدونم اول باز بگم یه فوتبالیست آره دیگه مارادونا اگه نمیتونستم باشم علی کریمی بودم میتونی تو سر توپ بزنی، لایی بندازی، فلان کنی و تحسین میلیون ها نفر رو مثلا چیز بکن، خیلی حال میداد. من فانتزی نیست خیلی، شاید هم هست، من خیلی دوست داشتم رئیس جمهور بشم. نامری شدن من همیشه خیلی دوست داشتم. من تردستی میکنم شعبده‌بازی خیلی دوست دارم فردا شب برامون سورپرایز اینجوری داری؟ فردا میشه بیایم نباشی بچه فردا یه خونه ما خیلی داره خوش میگذره میای همینجا؟ بریم نمره امشب رو بدیم دیگه بریم بر فردا یه شعری رو داشتم میومدم همینجوری توی چیز پیدا کردم اینترنت همینجوری داشتم سرچ میکردم ایپلن مود بکنم زنگ کنه حافظ بخونه با وزن آخه حافظ خیلی وصف حال جالب آخه گیتار هر کی میگیره مگه نباید اگه یه روز میری سفر بخونه چیز دیگه مگه میخونه راست میگه دیدی هر کی گیتار داره اگه یه روز بلده اصلا یه مدت جرم میشد هر کی میرفت گیتار یاد میگرد به خاطر هم شعر چیه حافظ ای برندان نکنی زاهد پاکی که گناه دگران بر تو نخواهند من اگر میکنم اگر بد تو رو خود را باش آقا یه لطفی کن بذار برای اینکه طولانی نشه ولی امیر نخونه آره واقعا چون خیلی قضاوت میکن آقا یه لطفی کن اینا رو اما شخصیش گردی حافظو آقا همین الان با هم بخونیم یعنی شعر گروهی بخونیم این بیتون مثلا این که زیاد نشه اینو سلکت کن تو گروه همون بفرست 1 2 3 4 ای برندان مکن ای زاهد پاکیز سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. برندان مکنه زاهد پاکیزه، ای برندان مکنه زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت. ای بر اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود، آقت کار کشت. من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود، آقابت کار که کرد. نامیدم مکن از صاحبه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نامیدم مکن از صاحبه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. ماشاءالله. از شانس چ... ما شب اولی شدیم. واقعا استراب و استرس و اینا به اون صورت نداشتم، ولی خب وقتی وارد عمل و ماجرا شدیم دیدم نه، همچین بی التهاب هم نیست. ولی واقعا از اولش هم بیشتر از اینکه مثلا طعم غذا و عطر و بو و رنگ و لعاب و چیدمان و اینها بخواد برام مهم باشه، که البته یک شبه میگم که خب مهمانان من عزیز منن، تاج سر منن، اون یک شبی که پیش منن حداقل از همه چی لذت ببرن. خب تلاشمو برای این موضوع کردم. همیشه به همه گفتم، انتقادم کردم چرا درست نمره نمیدن، دقیق نمره نمیدن و اینا، ولی واقعا خیلی ملاحظات وجود داره برای نمره دادن. غذاها رو یکی یکی بگم. غذا اینکه اون کشک بادام جون خیلی خوب بود، اون چیزه خیلی خوب بود، اون نخود عروس بود، لوبیای عروس بود، چی بود اون، خب یه چیزی بود امتحان کردیم ولی خیلی عاشقش نشدم. باقالی پلوه و اون پیازچه پلوه خیلی خوشمزه و چرب و چیل و خوش رنگ و لعاب و اینا بود. گوشته رو واقعا گوشتای بهتر خوردم. دسرم دسر خوبی بود، مثلا دسر، مثلا که نه دسر خوبی بود دیگه. در مورد شامم که خیلی فوق‌العاده بود، من خودم خیلی ماهیچه دوست دارم و این ماهیچه خیلی خوب پخته شده بود و خیلی خوشمزه بود. بحثایی هم که سر شام کردیم خیلی بحثای جذابی بود، خیلی احساس آرامش میکردم با اینکه این همه دوربین بالا سرمون بود و اینا، و داشت از این لحظه که ما داشتیم با هم معاشرت میکردیم، با هم شام میخوریم، این داشت ضبط میشد، ولی من خیلی احساس راحتی میکردم، احساس میکردم واقعا اومدم مهمونی و خیلی راحت بودم. و از گروه، از این گروه هم تشکر میکنم که این اتفاق رو رقم زد. ولی شب اول خیلی سخته. من اصلا غذاشو دوست نداشتم. دسرش افتضاح بود، غذاش افتضاح بود، پذیرایش افتضاح بود. مجبور بودم که هی بگم به به و چه چه. خیلی همه چی عالی بود. اگر میخواستم صرفا به غذا نمره بدم شاید 7 و 8 میدادم، ولی به میزبانی باید 9 و 10 بدم. به شبی که گذروندم و اتفاقایی که افتاد انقدر که خوب بوده. که انتقاد کردیم ازش، انقدر توضیح میدی، خودم حالا 10 بار هی توضیح دادم. برای همین من از این اداها که حالا خودش 10 و اینا، که خودش که 10 واقعا، ولی برای قضا نمیدونم الان 9 بدم، که ممکنه یه شب دیگه بیشتر خوش بگذره، یکی زلالتر از این باشه، یکی بیشتر سرگرمون بکنه، بیشتر چیز بکنه، ابنت با اونم 10 میدم. با عشق 10 میدم به محمد رضا علی مردانی، نه برای اداعت فار در آوردن و اینکه من چقدر خوب نمره میدم.
خیلی خوش گذشت امشب به من. من دوست دارم مثلا یه عدد مثلا چه میدونم 98 بدم مثلا اینجوری، ولی خب نمیشه، ظاهرا نمیشه، ولی کاش میشد همچین نمره ای داد یا حتی نمره بالاتر، یا مثلا این چه عددی میشه نمیدونم، ولی خب ظاهرا بزرگترین یعنی با بیشترین نمره عدد 10. من با عشق این عدد 10 رو میدم به آقای علی مردانی و دمش گرم با من. دمش گرم، خیلی خوش گذشت، مرسی. هرچند که ما اصلا باید اینو تو زندگی یاد بگیریم که خودمون به خودمون نمره بدیم، از خودمون نمره کم بکنیم به خاطر خطاهایی که داریم یا به خاطر کار خوبی که میکنیم به خودمون نمره خوب بدیم. من تو ذهنم اینه که 10 که خب وقتی میگیم از 0 تا 10 یعنی نمره کامل آخر 10، خب من که هرگز 10 نمیتونم، هیچکی نمیتونه 10 باشه. خیلی سخته بابا، آخه امتیاز بذار نگه بذار ولش کنیم، ما امتیاز ندیم، ولی خب چون اجباری باید امتیاز بدیم، محمد رضا برای من امتیازش اینه، بنابراین باید حتما بیام پایین تر. 9 هم خیلی نزدیک به 10، ولی از اونجایی که میخوام زحمت همسرم و دوستش که خیلی به من کمک کردن رو ضایع نکرده باشم، این 2 نمره رو بیشتر از خودم کم میکنم و حداقل به خاطر زحمات اونها فکر میکنم غیر منصفانه نباشه که من این نمره در واقع قشنگ رو به خودم بدم. نه درست اینه، اینه امتیازش، اینه اینه، حتی بیشتر از، ولی اگر بگن که زیاد دادی هم میگم باشه، هر چقدر شما بگید من امتیازم از خودم کم بکنم، چون اصلا برای این نمره ها من نیومدم اینجا. و اینکه من بیسم رو این عدد میدم، بیس عددم اینه، چیز آدم مثلا یه شب دیگه که مثلا الان مثلا به معمرز 10 بدم، مثلا امیر جوله یه مثلا چه میدونم 12 باشه، آدم میگه که خب کاش که عدد 12 هم می بود، ولی این بیس حالا کم و زیاد میشه دیگه. امیدوارم که از نمره‌ای که من خیلی بالاتره، اصلا اینا خیلی کمه، باید عددا رو کنار هم بچینی تا یه عدد بی‌نهایت بشه، ولی خب دیگه حالا یه جور بازیه دیگه. این عدد محمد لقمانیان، اوکی، فقط گوشم میخوره. گابلابوس، گابلابوس دیده بودی اونو؟ این گراز، گراز بکشم است. این گرازی بود پشتش چشم داشت. تیراناسور هایی داره؟ ناخوناسور، ناخوناسور یه پا بود، ناخون داشت همین. این کانگورو، کانگوروی به فرزندان خیش علی درخشی کشته بود، کانگوروی به تربیت فرزندان خیش اهمیت دنده. من دیگه از اینجا به بعد یه بار عرض دوشم برداشته شده، میرم که شبهای دیگه فقط بخورم و بخندم و کیف کنم. ان شاءالله شما پا به پای ما بیایید. یوابان فاز چه کجا بود محمد؟ آقا شنید امتیاز ما رو؟ دوباره گم شدم انگار توی این خونه متروک.